سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش و خرم باشید و سلامت و تندرست. من ارادتمند شما هستم ستار ددار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از به ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون پارس. روزای دوشنبه این ساعت‌ها رو باست بگم چون حتی خانه من نمیدونه من چه ساعتی برنامه دارم. فکر میگم مثلا امروز ساعت 2 بعد از ظهر، نه فقط روز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر و چهارشنبه و جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و شبها دوشنبه چهارشنبه جمعه ساعت 9 شب به وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز گرامی نازنین هستم. من تا حالا ندیدم یک حکومتی اینجوری خودزنی کنه. خودزنی معمولا یک اصطلاح لاتی بودش در ایران، حالا نمیدونم دیگه تو ادبیات هم هست که از این حالت لاتیش هم اومده بیرون جا افتاده، میتونن غیر لاتان به کار برن. یارو میگفتش که آقا خودزنی کرد، خودش با چاقو خودزنی کرد، یعنی با چاقو خودشو میزدن تو دعوا، میگفتن آقا فلانی زده که اون فلانی رو بگیرنش، خودزنی میگفتن. حالا حکومت جمهوری اسلامی باورتون نمیشه، من در 42 سال گذشته هرگز سه دفعه میخوام بگم هرگز من ندیدم حکومت جمهوری اسلامی تا این حد به سراشیبی سقوط نزدیک باشه. اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. حکومت خودش زد، کامل زد. روزگاری همه نگران این بودن که لاریجانی ها حکومت در آقام اختار کرده بودن، تذکر داد دوره بری که خطرناکه که یکی از برادرها رئیس مجلس، یکی از برادرها رئیس قوه قضاییه، یکم برادرم رئیس حقوق بشر جمهوری اسلامیه. و آقا میگفتش اینا من اینا اطمینان دارم و همیشه هم میگفتش که من بین احمدی نژاد و لاریجانی یه زمانی خیلی اختلاف افتاده بود و به از دو تا لاریجانی ها رفتم پلو آقا. آقا گفتش که من در بارگاه خداوند باری تعالا شکایت میکنم که من جز شماها کسی دیگری ندارم و شماها دارید من آزار میدید با این اختلافاتی که دارید. خداوند باری تعالی میدونه که من کسی جز شما ستا رو ندارم. حالا هر ستا مغزوب آقا شدن. اصلا باورتون میشه یه روزی روزگاری یه آقایی بود به اسم علی اکبر هاشمی رفتنجانی که میشه اکبر شاه، این آقای اکبر شاه آقای خامنه ای رو به سلطنت رسوند. یکی از طولانی ترین سلطنت هایی که در تاریخ ایران شده سلطنت آقای خامنه ایه. و بعد این مرد تاج بخش یا امامه بخش یا ولی فقیه بخش به روزی افتاد که احمدی نژاد، آقای خامنه ای میگفت احمدی نژاد افکارش به من نزدیکتره تا آقای رفسنجانی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ همون سه نفری که گفتش آقا خدا میدونه که من جز شما کسی رو ندارم، هر سه تا مغضوب در رد صلاحیت شدن. یا تو مش هفته پیش من برای اولین مرتبه گفتم که یه خبر از درس بده کرده، من از متوجه شدم به من اطلاع دادن که احمدی نژاد، نه حدس من بوده ها، حدس اصلا نبود، به من گفتن که احمدی نژاد رد صلاحیت شده. هر تمام 12 نفر شورای نگهبان رد صلاحیتش کردن. حالا غیر از احمدی نژاد که رد صلاحیت شد، غیر از آقای لاریجانی که رد صلاحیت شد، یعنی ببینید یه روزی این رئیس مجلس بوده، یه روزی اون یکی رئیس جمهور بوده، حالا اینا صلاحیت نداره. دو علی مطهری هم رد صلاحیت شد، نایب رئیس مجلس، نایب رئیس آقای لاریجانی، پسر آیت الله مطهری. عجیبه نه؟ از اونای دیگه معاون رئیس جمهور رد صلاحیت شد. آقای تاج‌زاده معاون وزارت کشور، معاون سیاسی وزارت کشور و عقیدتی وزارت کشور رد صلاحیت شد. آقا تمام اینا ابزارهای کار حکومت بودند. قوقایی به پا شده تو ایران، قوقا. آقای عامله لاریجانی، صادق لاریجانی که عضو مجلس خبرگان هم هست و
در واقع رئیس مجلس هم هست، ایشون گفته که من تا حالا ندیده بودم اینقدر غرض ورزی در شورای نگهبان. من همیشه از شورای نگهبان حمایت میکردم اما دیگه این حمایت وجود نداره. آقای مطهری میگه که علی مطهری میگه حالا مهم نیست، من رد صلاحیت ما قبول دارم. چطور رد آقای لاریجانی شما رد صلاحیت کردید؟ برای من شگفت انگیزه. آقای باز همون آقای آمولی صادق آمولی لاریجانی که قبلا رئیس حقوق قضایی بود میگه که عوامل اطلاعاتی تمام دستیس بازی رو درآوردن و آقای غیر از تمام ابزاری که در دست آقا بوده یه روزی همه رد صلاحیت شدن، آقای تایسادی گفته من کنار نمیرم، من وامیستم و مبارزه میکنم و تمام نقد هایی که من ببینم این آقای نه رد صلاحیت، چون حدود 575 تا 500 خورده کاندید شده بودن، 40 تاشون رو فقط بررسی کردن، از این 40 تا 7 تاشون انتخاب شده و اون 33 تای دیگه به ازای اعوان و انصارشون مرتب دارن صحبت بر سر میکنن که پس آقا دیگه بگید که انتصابه و از اول هم انتصاب بوده، من نمیدونم چجوری فکر. خب بین اونا بین خودشون یه مقدار رقابت بوده، کار به جایی کشیده که کاندید اولشون که قراره که رئیس جمهور بشه آقای ابراهیم رئیسی، همه رو خالی کردن دورشو که رئیسی رئیس جمهور بشه. آقای رئیسی میگه من تلاش دارم میکنم که این انتخابات رقابتی بشه، یعنی خودش هم قبول داره که رقیبی وجود نداره. رئیس جمهور میگه من نامه نوشتم به آقا، به رهبر و تمام مسائل رو در نامه نوشتم و سخنگوی دولت میگه در موارد خیلی مهم رئیس جمهور به رهبر نامه مینویسه. یعنی تو خودشون هم همه گیش شدن کاری که رهبر رو دوربریاش کردن که همه رو، حالا ببینیم کیا رو نگه داشتن. این حالا مهمترین چهرهایی که مونده خب غیر از ابراهیم رئیسی که قرار رئیس جمهور بشه و هرچند ولی فقیه، مهمترین چهرهش محسن رضاییه، سعید جلیلیه. خب ببینید اولا 7 رو گذاشتن، چرا؟ چون آرا تقسیم بشه و بی درد سر ابراهیم رئیسی، چون معمولا 4 تا کاندید انتخاب میکردن در تمام طول جمهوری اسلامی، فکر کنم یه دوره بود که 7 انتخاب کردن، همیشه 4 بوده. دلیلش هم اینه که فکر میکنن که در دوره قبل که یا دوره قبلی که آقای رئیسی باخت به روحانی 16 میلیون رأی آورده. خب امسال فکر میکنن که تعداد شرکت کنندگان به مراتب پایین خواهد و این 16 میلیون رأیش میاره دو مرتبه، بقیه رأی ها که حدود 20 خورده مثلا اگه مثل دوره قبل باشه نخواهد بود، 24 میلیون رأی خواهد بود و این 24 تا رو یادتون نره که 4 تا قبلا دو دوره قبل جلیلی رأی برد. جلیلی هم به اصطلاح از نور چشمی های عجیب و غریب آقاست، چون دو دوره پیش وقتی جلیلی فقط 4 میلیون رأی برد و آقای روحانی رئیس جمهور شد، آقا بدید چی گفت؟ گفت فقط 4 میلیون آدم با غیرت در مملکت ما هست، یعنی همون 4 میلیون که به جلیلی رأی دادن. حالا نور چشمیاش آورده، فکر میکنه مثلا خب جلیلی هم 4 میلیون میاره، نمیدونم اون به هر حال 3-4 میلیون هم اون آقای رضایی، محسن رضایی تو هر انتخاباتی میاره، این چیزه نخوده بازیه، بعد نخودیه در واقع، اونم 4 میلیون میاره، بقیه رأی ها مثلا 10-12 میلیون بین اون 4 تای دیگه تقسیم میشه، پس بنابراین به راحتی آقای رئیسی انتخاب میشه. این دلیل 6 تاش کردم و آدم های ضعیف گوشتن بغلش. حالا پیش بینی اینه، این یه به نظر من میاد یه بازی عجیب و غریب جمهوری اسلامی داره میکنه، ولی این بازیه باعث تفرقه عجیب و غریبی شده که رئیس جمهور میگه وقتی که مردم پای صندوق های رأی نرن، اکثریت نرن، حکومت مشروعیت نداره. او بابا، خود آقای خامنه‌ای، آقای روحانی داره میگه. پس این نه به جمهوری اسلامی که سامها یه جورایی داره کار میکنه، خودشون هم دارن اقرار میکنن. بنابراین به نظر من اومدن یه بازی بکنن،
هنوزم فکر میکنم لاریشونین برمیگردونند، علی لاریشونین برمیگردونند، چون الان دارن رو صحبت کردن این مظلومه، خودشم گفته که من راضیم به رضای خدا. پس برای این مظلوم واقع شده. سناریو بازی ها تمیز اینا میشینه از ای تا یه رو مینویسن، از الف تا یه یا ای تو زی مینویسن چیکار کنن که مردم بکشن پای صندوق های رای. الان اینجا نشون میدن که علی لاریجانی بهش ظلم شده. برادرش هم میگه ما آدم فقیری هستیم. فقیری مدتی که بیانه ایدش ما آدم فقیر، این آخه عرب بوده تو عراق به دنیا اومدن اینا دیگه، نمیدون تو فارسی تو عربی آره فقیر یعنی ضعیف، ولی تو فارسی یعنی گدا. ما فقیر هستیم. آقا تو چی تو فقیر؟ تو حوزه علمیت قم میلیاردها میلیارد دلار ارزش داره، یکی از باشکوه ترین ساختمانهای مملکت واسه ما، ما فقیر هستیم. نه منظورش اینه که به هر حال آدمای ضعیفی هستید، نه شما ضعیف نیستید. اینه برمیگرده آقا علی رایشان که تصویر مشاهده میفرمایید برمیگرده، و به این دلیل که حالا بیاید آقای لاریجانی رو ساپورتش کنین ملت که ضعیف بوده و تو دهنی بزنین در واقع به شورای نگهبان. نه اینجوری نیست، دقیقا میخوان گرمش کنن که مردم برن و فکر کنن که یه رقابتی وجود داره، در حالی که همین آقای لاریجانی چشم و گوش و عقل و هوش آقاست، فرقی نمی کنه این جلیلی یا رئیسی، یعنی در این حد این ستا هستن. حالا محسن رضای اینا کاری ندارم، اونا اصلا خب تو این فاز نیستن، در این مرحله به این نزدیکی به آقا نیستن. درست کردن که در واقع انتخابات رو داغ کنه، ولی بزرگترین لطمه رو به جمهوری اسلامی خودشون زدن. تفرقه عجیبی است، شما برید توی سایت ها ببینید مقامات جمهوری اسلامی چی دارن میگن. حالا با لاریجانی قضیه حل میشه، آدم های بانفوزی دیگه بودن که اینا ردشون کردن، و حقیقتش اینه که به این آشفتگی من این حکومت نیده بودم و این بازی خطرناکی بود که کردن و من عاقبت خوشی برای این نمیبینم. احمدی نژاد در حس قرار گرفت. احمدی نژاد دیروز مردم تظاهرات کردن در مقابل خونشون و میگفتن ما همه سرباز توییم احمدی، گوش به فرمان توییم احمدی. امروز خونه شما حاصل کرد در حس قرار گرفت. یعنی واقعا دو دستگی و نمیدونم تشدد و نمیدونم تفرقه تا این حد من تو عمرم تو این 42 سال در جمهوری اسلامی ندیدم. اینا من نمیدونم این فیلمشو داری؟ یه 30-40 ثانیه است آقای عکس فیلم نداره ما نیست، میگه همین که من گفتم، میگن ما همه قبلا میگفتم ما همه سرباز توییم خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، بعد شد ما همه سرباز توییم سدلی، گوش به فرمان توییم سدلی. معلومه باز حتما اون آخر کسایی میخوان سرباز بشن، سرباز کسی این که آخر اسم یه یا خمینی یا نژادش احمدی نژاد برداشته احمدی شد. بنابراین من مطمئنم روز به روز خب هر کسی بیاد سربازن اینا دیگه عوض میکنن، فقط باز اسم آخرش یه باشه. بنابراین هیچ وقت حسن رجب نژاد رهبر نمیشه که سرباز داشته باشه، همه گوش به فرمانش باشه، اصلا اینجور نه. یا ستار دلدار هیچ وقت سر رهبر نمیشه، چون من یه ندارم نمیشیم. بنابراین ما که یه نداریم، من و حسن رجب نژاد، جناب آقای حسن رجب نژاد امروز در ما اون کسایی یه دارن و رهبرن خواستیم صحبت کنیم که آقای رجب نژاد به دلیل درگذشت شاعر خوب معاصر ما اسماعیل خویی، متاسفانه دیروز خبر درگذشتش رو شنیدیم و خوندیم، در مورد خویی میخوایم صحبت کنیم. از فن چند پیام بازرگانی ببینیم و سریع برگردیم و خدمت آقای حسن رجب نژاد بشیم، با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل.
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. نگین سفارشات نهار و شام تیکات شما را میپذیرد. تلفن سفارش 408-866-6400. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیشقسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا. کلکسیون استثنایی برای عروس خانم ها و شاه دامادها. خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت گذاری. نمایشی از بهترین ساعت های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. خیلی خب آقای حسن، آقای رجب نجاد، طبق قرار همیشگیمون چهارشنبه است و امروز اینجا تشریف دارن و قدم رنجه باز مجدداً فرمودن. آقای حسن رجب نجاد، درود بر جناب علی. سلام بر شما، سلام به همه دوستان و هموطنان عزیز. از شما و تلویزیون پارس سپاسگزار هستم که دوباره فرصتی به من دادید که با شما باشم و گپ و گفتی داشته باشیم. همونطور که شما اشاره کردید، ما در این چند روز گذشته دو تن از شاعران خوب سرزمینمون رو از دست دادیم، اسماعیل خویی و منصور اوجی. منصور اوجی شاعر شیرازی، در دانشگاه تهران در رشته فلسفه درس خونده بود و بعد در دانشگاه پهلوی شیراز
از در رشته زبان و ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد. بیش از 30 مجموعه شعر منتشر کرده و خودش از پیروان شعر نیمایی بود. یکی از آثار خوندنیش، یکی از مجموعه شعرهای بسیار خوب خوندنیش که من دوست دارم، اسمش هست کوتاه مثل آه. منصور اوجی از دوستان نزدیک سیمین بهبهانی و سیمین دانشور بود و نامنگاری های خاطر انگیزش با این دو سیمین شعر و ادب پارسی زیر نام 110 نامه به دو سیمین منتشر شده که بسیار خوندنی هست. این شعر کوتاه از اوست. میگوید کجاست بام بلندی و نردبام بلندی که بر شود و بماند بلند بر سر دنیا و بر شوی و بمانی بران و نعره براری. هوای باغ نکردیم و دور باغ گذشت. و اما حالا نه یه سوالی دارم. البته یه سوالی اینجا دارم. فقط منصور اوجی نمیده، شما آقای حمید اوجی رو میشناسید؟ نه. آقای حمید اوجی که الان در صدای آمریکا هستن، برای مدت طولانی مدیر خبر شبکه یک تلویزیون بودن. من همیشه فکرم شاید شما بدونید که حمید و منصور با هم نسبتی داشته. حتی حمید اوجی هم اصلا شیرازیه. نسبتی داشتن یا نه؟ نمیدونم. چون حمید رو نمیشناسم. خیلی خوب. و اما اسماعیل خویی. اسماعیل خویی نه تنها شاعر بلکه فیلسوف بود. او از دانشگاه لندن در رشته فلسفه دکترا گرفته بود. در ایران در دانشسرای عالی پیش از انقلاب فلسفه درس میداد. به هنگام انقلاب از اون کسایی بود که شدیداً از انقلاب حمایت کرد. از نظر فکری به سازمان چریک‌های فدایی خلق اقلیت گرایش داشت. بعد از اینکه رفیق شاعرش سعید سلطانپور رو این رژیم اعدام کرد، اسماعیل خویی به زندگی مخفی روی آورد و بعد از یکی دو سال تونست دوباره به انگلستان بازگرده. یکی از اتفاقات بدی که در زندگی این شاعر بسیار ارجمند روی داد این بود که فرزندش در انگلستان در همان روزی که از دانشگاه لندن درجه دکترا گرفته بود خودکشی کرد و این خودکشی در واقع کمر اسماعیل خویی رو شکست و پس از اون نتونست کمر راست کنه و به قول احمد شاملو دست تطاول به خودش پوشود، یعنی به الکل پناه برد و همین الکل او رو به صدها نوع بیماری مبتلا کرد. او در ایام تبعید و یا به قول خودش در ایام بی در کجایی اشعار بسیاری سرود، بیش از 30 مجموعه شعر منتشر کرد و اولین شاید شجاع‌ترین روشنفکر ایرانی بود که هم از ملت ایران و هم از خاندان پهلوی به سبب حمایت از اون انقلاب نکبت عذرخواهی کرد. خب همینجا ثبت کنید آقای رجبی، همینجا ثبت بکنید که برگردیم یه ذره به قبل از این ماجرا، به زمانی که در واقع هنوز انقلاب نشده بود. اسماعیل خویی در واقع به صورت، یعنی اصلا کاملا دیگه شناسایی شده بود و به عنوان یک شاعر خلقی و چپ و سرخ میشناختنش. هیچ برداشتی دارید که چطور در اون زمان تحت تاثیر چی قرار گرفت که اسماعیل خویی در این در واقع جاده قدم برمی داشت و خیلی علنی در واقع اشعارش
اشعار انقلابی بود. دارید خبری دارید؟ خب ببینید تاثیر چی بود که در لندن یه دفعه خویی که به نظر میاد خب البته شاعرها میتونه شاعر چپم باشه، چون معمولا میگیم بالا شاعر با احساس فلان اینا، خب اون برای چی هم میتونه باشه با احساس باشه. به هر حال چی شد که به اصطلاح رفت اون مسیر؟ البته خب میدونید که ما در پیش از انقلاب جامعه دانشگاهی و جامعه روشنفکری ما در یک جهان آرمانی ذهنی زندگی میکرد. این جهان آرمانی همونطور که خود خویی در یکی از شعراش میگه با واقعیت هزاران سال فاصله داشت. و شما میبینید که بسیاری از همان روشنفکرانی که از زاویه ایدئولوژی چپ پشتیبان انقلاب بودند امروز بسیار شرمسار هستند از اینکه اینها به جای اینکه رهبران توده مردم باشند، اینها پشت سر توده حرکت کردن و این کشور رو و این میهنمون رو به این فلاکت رسوندن، شرمسار هستند و بسیاری از آنها علناً شهامت این رو ندارند که این شرمساری و پشیمانی خودشون رو اعلام کنند. و خویی شاید شجاع‌ترینشون بود که توانست به این خطای بزرگی که جامعه روشنفکری ایران مرتکب شده بود اعتراف کنه و پوزش خواهی کنه. به هر حال من الان اینجا یک شعر کوتاهی از اسماعیل خویی رو براتون میخونم که این پریشانی و پشیمانیش رو در این شعر کوتاه به عریانی نشون میده. میگه که ما مرگ را سرودی کردیم، ما عشقمان همانا میراب کینه بود، ما کینه کاشتیم و تا کشتمان به بار نشیند از خون خیش و مردم رودی کردیم. ما خام سوختگان، اینجاش توجه کن، خام سوختگان، ما انسان‌هایی که واقعا اسم روشن فکر داشتیم ولی خام و ناآگاه بودیم، ما خام سوختگان زن آتش نهفته که در سینه داشتیم در چشم خیش و دشمن دودی کردیم. ما آرمان هامان را معنای واقعیت پنداشتیم، ما بوده را نبوده گرفتیم و از نبوده البته تنها در قلمروی پندار خیش بودی کردیم. ما کینه کاشتیم و خرمن خرمن مرگ برداشتیم. ما نفرین به ما، ما مرگ را سرودی کردیم. این میبینی که واکنش یک شاعری است که در یک انقلاب مشارکت داشت و از یک انقلاب حمایت کرد و امروز چنین شرمسار و نادم هست و نفرین به خودش میکنه. حالا من آقای حسن رجبی جان، اینو قبلا هم همیشه من گفتم، فکر کنم توی بحثی هم با جناب علی بود، من برعکس اون چیزی که آقای خویی در شعرش گفته که در واقع پشت سر توده ها رفته، در واقع من اینو ندیدم توی انقلاب ایران. من دیدم که آتش رو در واقع، حالا دیگه به هر حال خویی و نمیدونم شاملو و به هر حال مجموعه روشنفکرای من، رضا براهنی و نه به هر حال کم نبودن، حالا میخوام دونه دونه اسم ببرم، اینا انقلاب رو اینا شروع کردند. یعنی در واقع چی میگن، منفی بافی و نمیدونم اعتراض و نمیدونم تمام اینا رو در واقع من شاهد بودم، شاهد زنده بودم که روشنفکرا شروع کردم. ولی که توده اومد از دست اینا انقلاب رو در آورد و نمیدونم آخوندا اومد از دست اینا انقلاب در آوردن. در واقع اینا شروع کننده، اینا طلایه دار انقلاب بودن به نظر من. نمیدونم نظر شما چیه؟ ببینید آقای دلدار، نظرم خلاف نظر شادروان خویه. ببینین آقای دلدار،
روشن فکر ایرانی هیچ ارتباطی با جامعه‌ای که درش زیست میکرد، با اعماق و ژرفای اون جامعه نداشت. آفرین. اون روشن فکر ایرانی واقعا از حق کارگر دفاع میکرد، ولی هرگز براش اتفاق نیفتاده بود که بره در قهوه خونه‌ای، در کارگاهی، در کنار یک کارگر بنشینه و اصلا در شأن خودش نمیدونست. اگرچه در کلام از حقوق کارگران و محرومان دفاع میکرد، ولی در شأن خودش نمیدونست که با کارگری، با انسان محرومی همنشین و همسخن بشه. ما اهل حرف بودیم، اهل کلام بودیم، نه اهل عمل. و اونها که اهل عمل بودند هم خطا کردند، رفتن اسلحه به دست گرفتن و سربازی رو در فلان جا، ژاندارمی رو در سیاهکل کشتند و ازش یک حماسه ساختند. ما اون زمان همه جامعه‌ای که به اصطلاح جامعه دانشگاهی و روشن فکری بود از این حرکت مسلحانه دفاع می کردیم. اساساً می شد اینو در یک جمله جامعه ایران پیش از انقلاب رو معنا کرد، اون هست که ما به جای سلاح فرهنگ به فرهنگ سلاح روی آوردیم. یعنی به جای اینکه پیش زمینه های آگاهی و دانش و خواستن به شناخت آزادی رو در جامعه فراهم کنیم، دست به اسلحه بردیم و پاسبانی رو در خیابان خلع سلاح کردیم و ازش یک حماسه درست کردیم. جامعه ما یک جامعه بیماری بود، جامعه‌ای بود که با واقعیت‌های ملموسی که در آنجا وجود داشت هیچ گونه رابطه‌ای نداشت. به این هستش که می‌بینید که آخر شما باید خودتون سوال کنید که یک جامعه‌ای که درصد عظیمی از مردم آن بی‌سواد هستند و درصد عظیمی از مردم اون اصلا کتاب شعر نمی‌خونند و تیراژ کتاب در بالاترین سطحش از 5000 تا بیشتر نیست، چگونه یک روشنفکر یا مجموعه روشنفکران میتونن یک جامعه رو به سوی یک انقلاب به حرکت در بیارن؟ روشنفکر ایرانی پیش از انقلاب هنری جز نق زدن و نفی همه دستاوردهای مدنیت نداشت. بله، اصلا روشنفکر منظور رو نمیشد، یعنی تو مخالفت نمی کردی و روشنفکر نبودی. بله، روشنفکر کسی بوده که با همه پدیده های مدرنیزم و با همه پدیده هایی که در اون مملکت این کشور رو به سوی مدنیت و تجدد میخواست بکشونه، هرچند ناقص بود ولی باید با اون مخالفت میکرد. یارو میزد توی کوچه شیشه، این لامپ برق رو میشکست به خاطر که مخالفت خودش رو به شاه اعلام کنه، مخالفتش رو با دولت اعلام کنه. این داستانی بود. خود شما کتاب آقای علم رو بخونید، اینا آمدن ورزشگاه 100,000 نفری در تهران ساختن با مدرن‌ترین ابزار لازم و شاه تعجب میکنه و از علم میپرسه خب این مردم چرا میان این دستشویی ها چیزهاش رو میدوزن میبرند؟ ببینید، برای اینکه این مردم، خود شاه همین رو نمیدونست چون ارتباطی با جامعه به او صورت نداشت، در نتیجه نمیدونست که چرا مردم میان این شیرهای دستشویی ها رو میکنند و میبرند یا میشکنند، یا صندلی های ما رو ورزشگاه رو با چاقو، یا اتوبوس رو، صندلی اتوبوس رو با چاقو پاره میکنند. اینا چیزی بود که خود دستگاه دولت، خود شاه و همه اون اعضای اون ارگان هایی که مملکت رو میچرخوندن از این واقعیت ها بیخبر بودند و در نتیجه شد آنچه شد. شما ببینید، من براتون یه خاطره ای بگم. من بذارید آقای جناب آقای حسن رجب نژاد یه چند لحظه، یه چند دقیقه این آقای شهرتی آرم آگهی نگه، وقت آگهی، وقت آگهی، از خاطره نگه دارید، این آگهی رو پخش بکنید چون مرتب ساینش رو میذاره. پخش بکنید برمیگردید. یک وکیل، یک ایالت.
دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408 292 23 23. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. نگین سفارشات نهار و شام تیکات شما را میپذیرد. تلفن سفارش 408 866 6400. برنج بسمتی مایار، از این پس برنج ارگانیک مایار سر سفره غذای ایرانی. برنج بسمتی بدون استفاده از مواد شیمیایی کاملا طبیعی برای حفظ سلامتی شما و عزیزانتان. برای سفارش با نماینده فروش برنج مایار آقای تورج با تلفن 424 431 65 56 تماس بگیرید. برای نگهداری یک بانوی مسن مبتلا به بیماری فراموشی به طور 24 ساعته در شهر تبران واقع در شمال کالیفرنیا به یک خانم آشنا به زبان فارسی نیازمندیم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با آقایان رامین با تلفن 415 218 81 41 و یا فرامرز با تلفن 408 202 74 84 تماس حاصل فرمایید. خیلی خب، با سلام مجدد برمیگردم به خانه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی.
داشتم میخواستم یه چیزی بگم که زود من اومدم رو ایر خاطره میخواستم بگم آقای حسن رجبی که من داشتم پشت در زمان آیایا صحبت از افغان و افغانی و اینا بود و میخواستم بگم که ما شنبه دعوت کرد دعوت شدیم یک هموطن یه دوست من پسرش داره با یه دختر افغانی ازدواج میگه نگید افغانی افغانی اسم پولشونه راست میگه خودشون زیاد خودشون نمیگید افغانی میگید افغان حالا جالب برای تو بگم ما رو دعوت کرده برای حنابندان تا حالا یادتون هست چنین چیزی تو ایران اون قدیما آره حنابندان رو گفتم بیایید به خانم میگه میری اونجا دستبات حنا میبندن دو یادت نره به هر حال برمیگردیم به صحبتی که آقای حسن رجب نژاد داشتن میکرد که این چیزی که من گفتم اصلا ربطی به ماجرای صحبت برنامه امروز ما نداشت که صحبت شیرین آقای حسن رجب نژاد که میخواستن خاطره از اون زمان که همه چیز رو علیه شاه میدونستند و حتی لامپ تو خیابون هم میشکستن میخواستن فکر میکنن یه ضربه دارن میزنن به شاه خاطره رو برمان تعریف کن بفرمین چرا رجب نژاد بله اصلا آقای ستار خودتون که میدونید که تو مملکت انگار همه عوامل و همه ارگانهای دولتی و غیر دولتی دست به دست هم داده بودن تا این حکومت رو کلپاش کنن، حکومت رو سرنگون کنن و من نمیدونم که چرا خود این دستگاه دربار یا این دستگاه هایی مثل وزارت اطلاعات جهانگردی و رادیو تلویزیون یا دستگاه های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها این مسائل رو که در جامعه باعث رنج مردم بود به دستگاه های اجرایی و دستگاه های تصمیم گیری منتقل نمی کردن یا منتقل می کردند و اونها توجهی نمی کردن. یک خاطره بگم، من در دانشگاه تبریز دانشجو بودم و یک روز با دوستم رفتم در یک سینمایی بود به نام سینما فرهنگ که فیلم های قشنگ هنری بسیار خوب نشون میداد گاهگداری. ما رفته بودیم فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد رو تماشا کنیم. نشسته بودیم سرود شاهنشاهی رو زدن و من و رفیقم بر اساس همون ذهنیت مخالف که داشتیم همه دانشجوها و مراکز دانشگاهی داشتن از جامون پا نشدیم. هنوز این سرود شاهنشاهی تموم نشده بود دیدیم یک پاسبون لاغری داره به طرف ما تا اومد به طرف ما مچ من و دوستم رو گرفت و گفت بریم. گفتیم کجا بریم؟ گفت بریم کلانتری. ما گفتیم آقا پدرت خوب، مادرت خوب، ما غلط کردیم، حالا این دفعه شما چه گفت نباید بیایم بریم. ما رو برد بیرون، یه تاکسی گرفت و ما رو برد به کلانتری که توی محله‌ای بود به نام گجیل در تبریز که محل معتادان و بدکارگان و از اینا بود. ما رو برد تو اون کلانتری و ما غافل از این که میتونستیم 5 تومن به این آقای پاسبون بدیم و خلاص بشیم و ما این کار رو نکردیم و حتی یادم از پول تاکسیش هم ما دادیم. ما رو بردن انداختن توی یک سلولی در کلانتری و ما مودیم اونجا چی کار کنیم که بیاد به داد ما برسه. تا اینکه غروب شد این کشی که پاسبونه عوض شد، یه پاسبون جوونی اومد هی جلوی سلول ما، از این سلول ما اینطوری میله های آهنی داشت رد میشد. ما صداش کردیم، یه 5 تومن بهش دادیم با یک شماره تلفن، گفتیم لطف کن به این شماره زنگ بزن بگو ما اینجا هستیم بیا به داد ما برس. این شماره تلفن متعلق به یکی از همکارای رادیویی ما بود که با ساواک سر و سری داشت ولی آدمی بود که خدمتگزار بود، کمک میکرد، کسی رو لو نمیداد، آدم فروش نبود، اسمش بود اکبر. این پاسبون رفت به اکبر زنگ زد، یکی 2 ساعت بعد ما اومدیم دیدیم که اکبر اومده با یک جناب سربانی داره میاد به طرف سلول ما. اومدن و حالا اکبر چنون اخمی به ما کرده که انگار مثلا ما پدرشو کشتیم. ما رو بردن تو دفتر آقای جناب سربان. آقای جناب سربان شروع کرد به ما نصیحت کردن که شما چشم چراغ این مملکت هستید، شما باید این مملکت فردا بچرخونید، شما چرا سرود شاهنشاهی پاه نشدید و از ما تعهد کتبی گرفت که دیگه از این غلطکاری ها نکنید و ما رو خلاص کرد. ولی پرسش ما این بود که آخر
سرود شاهنشاهی رو چه ربطی به سینما داره؟ یعنی کسی نبود که این نارضایتی مردم رو منتقل کنه به دستگاه اجرایی که آقا این سرود به جای اینکه در مردم شور و شوق ایجاد کنه نسبت به دربار و خاندان سلطنتی، نفرت ایجاد میکنه. البته بعدها دیگه شاید یک سال پیش از انقلاب متوجه شدن و سرود رو حذف کردن. یعنی عوامل و عناصری دست به دست هم داده بودن که این مملکت رو به خاک سیاه بنشونن و نشوندن. و ما که جوان بودیم و سرشار از شور شوق بودیم، خب ما که چیزی برای خودمون نمیخواستیم، جوان ایرانی که چیزی برای خودش نمیخواست، که میخواست این مملکت در آزادی باشه، بتونه حرفش رو بزنه. وقتی با یک نارسایی روبرو میشه واکنش نشون بده، بنویسه روزام. ببینین آقای دلدار، وقتی انقلاب مشروطه انجام شد، این رهبران انقلاب مشروطه آنچنان بینش خردمندانه‌ای داشتن که آزادی مطبوعات رو به عنوان رکن چهارم مشروطه در قانون اساسی گنجوندن. اون وقت بعد از اینکه انقلاب مشروطه شکست میخوره، ضمن اینکه ما بسیاری از روزنامه‌نگارای ما به جرم نوشتن کشت و مقتول میشن، هیچ روزنامه‌ای نمیتونست که از وضعیت نابهنجار این جامعه دو کلام بنویسه. کارش به ساواک و شکنجه و تعطیلی روزنامه اینا میکشید. و من متعجب هستم این دستگاه چگونه اینها رو در نمییافت. نگاه کنید، وقتی شما اصلی رو به عنوان اصل رکن چهارم مشروطه ایجاد کردی، شما احتیاج به ایجاد سازمان بازرسی شاهنشاهی نداری. وقتی مطبوعات دهنشون رو بست، آقای شاهنشاه اومدن که سازمان عریض و طویلی از این جنرال های بازرسی درست کردن به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی. خب اگر مطبوعات ما آزاد باشه، شما نیازی به این سازمان ندارید. و تازه همون سازمان شاهنشاهی خودش یکی از عوامل ایجاد نارضایتی در مردم بود. من خودم یادم هستش که وقتی که در گیلان خدمت میکردم، یک آقای رئیس آموزش پرورش رودسر بود و این با من دوست شده بود. من هر وقت که میخواستم برم به طرف مازندران، میرفتم این رو میدیدم. یک روز رفتم اونجا، دیدم این نیست. پرسیدم که آقای فلانی کجاست؟ گفت ایشون منتقل شدن به تهران. و من تعجب کردم این که میخواست بره تهران چرا به من زنگ نزد. یه چند سال، یه شاید 3-4 سالی گذشت، من ازش خبر نداشتم. تا اینکه من برای یک ماموریتی رفتم اردوی رامسر. در اردوی رامسر که بودم، دیدم در میان دانش آموزان سراوان مال سیستان و بلوچستان این رفیق ما نشسته. وقتی منو دید اومد و گفتم آها تو کجا بودی؟ چرا به من نگفتی؟ تو سراوان چی کار میکنی؟ گفتش که وقتی من رئیس آموزش و پرورش رودسر بودم، از طرف بازرسی شاهنشاهی اومدن به من گفتن که شما باید آقای فلانی رو بکنید رئیس آموزش و پرورش کلاچای. کلاچای بخشی بود زیر نظر رودسر. میگه من گفتم که آقای فلانی اولا لیسانس نداره، دوما سابقه چندانی نداره. اگر قرار هست کسی به عنوان رئیس آموزش و پرورش کلاچای انتخاب بشه، مثلا آقای رجب نژاد هست. من میگه فقط همین حرف رو زدم. فردا اومدم دیدم که محل کار من رو لاکمور کردن و یک نامه از طرف بازرسی شاهنشاهی در اختیار من گذاشتم و منو در اختیار کارگزینی در تهران گذاشتن و من یک سال و نیم در اداره کارگزینی سرگردان بودم که سرانجام مجبور شدم برم به سراوان در سیستان و بلوچستان. این کارکرد بازرسی شاهنشاهیش بود. حالا شما میگه آقا این مردم همش با مردم ملامت میکنیم که اینا چرا انقلاب کردن. ما اگر همه این اجزا و جزئیاتی رو که در اون جامعه وجود داشت و باعث ناراحتی و رنج مردم میشد کنار هم بذاریم، اینا حق میدیم که انقلاب کنن. ممنون جناب آقای حسن رجب نژاد.
البته من اینجا یه نظری بدم در پایان بیانات جنابالی، که اون زمان هرچی این خرابکاری ها که میشد، نمیدونم تمام این فرمود مثلا یه نمونه بازرسی شاهنشاهی اینا میذاشتن به حساب شاه. بله دقیقا اینجور بود. افاوت اون حکومت، حالا مردم اینجا هزاران برابر از زمان شاه برخورد خرابکاری ها بیشتره. تفاوتش اینه اون موقع مینداختن گردن شاه، این دفعه مینداختن گردن خدا، میگن این حکومت حکومت خداست، خدا خواسته اینجوری بشه، خدا میخواد که ما این کارو بکنیم، خدا گفته که واسه اینجوری بشه. تفاوتش اینه که بالاخره اونجا شاه سرنگون شد، اینا هم خیلی ها میگن تو مملکت بیدینی، یعنی در واقع خدا رو اینا دارن سرنگون میکنن. بله خب شما میگید تو دوره شاه، آقای دلدار خودتون خب تو محیط دانشگاه بودین، در دوره شاه حتی همه بچه‌هایی که دارای بینش مارکسیست لنینیستی بودن و به خدا و دین اعتقادی نداشتن، ولی به حرمت اینکه مردم این مملکت مسلمان بودن و اعتقادی داشتن، من هرگز در تمام عمرم پیش از انقلاب هرگز نشیدم که کسی به ائمه، به امام، به پیغمبر، به خانه خدا یا توهینی کنه یا حتی به صورت تمسخر در موردش صحبت کنه. این حرمت دین رو نگه می‌داشته. شما این آقای گل و سرخی وقتی میاد تو دادگاه تلفیقی از دین و مارکسیسم می‌خواد ارائه بده. درسته میدونید. ولی الان شما همین توی فیسبوک، توی اینستاگرام این نوشته های این جوان ها رو بخونید، آدم حیرت میکنه که چگونه انقدر بینش ضد دینی و ضد خدایی در ایران نضج گرفته. اونایی که تواناییشو دارن از کشور خارج میشن میرن به دین دیگری، به مسیحیت یا به دین دیگری میگرن، و اونایی که در ایران هستن واقعا نفرت زده شدن از یاد. کسانی بودن که سالها نماز میخوندن، روزه میگرفتن و همه اینا رو ترک کردن و خودشون شرمسار هستن که سالهای از عمر خودشون رو با این باورها گذروندن. یک دنیا برمون جناب آقای رجب نجات، از حضور مبارک جناب‌عالی در این برنامه از شما خدافظی کنم، از تماشاگران عزیز خدافظی کنم، سپاسگزار باشم از آقای امیر شهرت کارگردان فنی برنامه یک گپ خودمانه با ستار دلدار، و یک سپاس دارم، سپاس ویژه و درود دارم، درود و بیپایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنشن. روزتون خوش. روزگار خوش.